خب بعد شما نگاه کنید از جلوتر از میرزاخان حتی کارهای نهضت فرهنگی که آغاز شده. یادتون باشه که اولین چاپخانه در تبریز همین میرزا جعفرخان مهندس که یعنی کسی که با پول حقوق شخصی آقای نایب الدوله عباس میرزا آمده است در خارج از کشور تحصیل این کار رو کرده، تحصیل رو ایران بر نخواستین روزنامه در ایران رو در تبریز منتشر میکنه. علی اینها کلی سال هست، فاصله زمانی هست، اینا همه پیش زمین های انقلاب مشروطیته. بعد یادمون باشه که تصادفی هم نیست که آذربایجان این نقش مهم داره، به خاطر که آذربایجان دروازه ایران نسبت به تمدن اروپایی بود، نسبت به یعنی دروازه آشنایی ما هست با اروپا هست از طریق عثمانی. انقلاب مشروطیت با توجه به مجموعه احوالات اون روز بیشترین کاری که میتونستم روشنندیشان اون هنگام بکنن، که من کلمه روشن فکر نمیخوام کار ببرم به دلیلی که حالا بحثش یه وقتی دیگه خواهد بود. بله خب اینه البته اونجا در انقلاب مشروطیت اول منبر الفکر ترجمه کردن، کلمه انتلیکتویل فرانسوی که البته این معنی دقیقی نیست، اما خب ما میبینیم که مثلا تیترهای درشت حساب سرنسخه روزنامه سور اسرافی میبینیم که سه تا کلمه معروف فرانسوی که شعار انقلاب فرانسوی بوده است، لیبرته، اگالیته، فتخمته، اینا همه به عنوان که به زبون امروزی ما هم بهش میگیم که آزادی، برابری، برادری، اونجا آمده مساوات، اخوت و حریت، حریت، مساوات، اخوت. یعنی دقیقا ترجمه به زبون فارسی و هنگام که بیشتر عربی. خب این ها بوده و ما میبینیم که انقلاب مشروطیت ایران در حقیقت ادامه اقلن از قضیه تنباکو که نه از جنگ های ایران و روس پیشینه داره. پیشینه چه باید کرد شروع شده، این منظمن با داستان این چه باید کرد در حد و بضاعت و توانایی اندیشمندان و طبقه متوسط اون انگام و مقدار درس خونده اون انگام و اینها آغاز شده، بر بنیاد تجربه و خطا پیش آمده تا رسیده به سرفصل انقلاب مشروطیت. و میدانیم که در انقلاب مشروطیت هم اول دو بار و اون حکم نهایی فرمان مشروطیت رو که آزادی خواه پذیرفتند، در اوی که بازپسین بود که فرمان مجلس شورای ملی رفت و الا مجلس شورای اسلامی بود. و این نکته جالبه که به یادآوری بشه که نپذیرفتند متحسنین به انقلاب مشروطیت در زمان خودش در تهران یکی از در حقیقت با این که 100 سالی بعد از انقلاب فرانسه بود، ولی در مجموع انقلاب مشروطیت انقلابی مسالمت جویانه، یعنی انقلابی آرام، انقلابی مدنی بود. و چون اونقدر این عقب ماندگی تاریخی حس می شد که بسیاری از شاهزادگان قاجاری هم با اینکه منافع شخصیشون می توانست جز این باشد، اما بسیاری از این دولت مردان هم خودشون برای اینکه از این دایره نکبت عقب ماندگی بیان
لااقل برای مدتی پیوسته بودن. و ضمناً یادمون هم باشه که در ایران ما همواره نیروی روحانی داشتیم و نیروی نظامی داشتیم که نیروی نظامی متمثل می شده، نماد پیدا می کرده در شخص شاه، و نیروی این پیشگان در لباس روحانیت امور اخروی مردم که نه تنها امور موقوفه و امور آموزش و پرورش، اینها همه دستشون بوده. در هر حال اینها همواره طول تاریخ با هم بودن، با هم بودن، بر هم هم می شدن، درگیری هم پیش می آمده. در انقلاب مشروطیت هم همین اتفاق افتاده. در انقلاب مشروطیت هم می دانیم که به طور خلاصه بعد از این که تحصیل‌های گوناگون مجلس رفت و آمدها و درگیری ها سرانجام به صدور فرمان انقلاب مشروطیت منجر می شود، انقلاب مشروطیت وقتی خونالود شد که نظام سلطنتی که امضا کرده بود آقای احمدی‌نژاد در مقام ولیعهد مظفرالدین‌شاه، یک سال و در مجلس رو تاب نآورد و مجلس می دانیم که به وسیله لیاخوف فرمانده قزاق‌های روسی که در دهنش بودن مجلس رو به توپ برد. جناب آزم، یک نکته هم اینجا می خواستم من یادآوری کنم در تایید فرمانشاهتون. اولا حضور وسیع و گسترده زنان در مشروطیت، چه در دوران انقلاب در مشروطیت و چه در تبریز، که نکته بسیار حساس و مهمی است و نشانگر هوشیاری و بیداری و حق خواهی زنان ماست. و بعد همین که در کشورهای دیگه این امکان حق رأی بنابر شرایط و احوال تاریخی موجود، شرایط محیطی اجتماعی، همواره همون زمان ممکن نبوده. در خود آمریکا در سال 1820 تقاضا کردند تعدادی از زنان، تعداد زیادی از زنان تقاضای حق رأی کردند که دولت بهش اعتنا نکرد. رأی دور نمی‌خواستیم در همین فرانسه که دارم من با شما صحبت میکنم. بله دقیقاً. در سال 1910 حدود 100 سال بعد تظاهرات وسیعی در همین رابطه در نیویورک و ماساچوست و بعد نیوجرسی کردند که تازه در سال 1920 بعد اون همه تلاش حق رأی پیدا کرد، یعنی حدود 15 سال پس از انقلاب مشروطیت. بله، منتها 30 سال بعد طول کشید تا فرانسه به فضای کار بکنه. دقیقاً دقیقاً. میخوام بگم که ما نمیتوانیم امروز برداریم با این نگاه بود. من دارم عرض میکنم که برای 100 سال پیش ایران با جمعیت ایران و 75% از جمعیت، 80% از جمعیت کشور ایل است و روستانشین و با اون وضع تحصیلی و سواد، سواد در معنای خواندن نوشتن، بعدم با توجه به اون تجاوزهای 100 ساله 200 ساله توسط اون اقوام وحشی، بعد این سرکوب های هم یادمون باشه، اون شکست های پشتر هم یادمون باشه که بعد پیایند های اون شکست هم یادمون باشه که 300 سال خواب در توی لعاف تاریخ 300 سال خوابیدن تاوان داره دیگه. انقلاب مشروطیت رو برای هر کسی که الفبای علوم اجتماعی رو درست خونده باشه و غرض و مرض هم نداشته باشه میداند که باید به میتونه به راحتی درک کنه که در هنگام خودش یکی از یعنی درخشان‌ترین سرفصل قرن‌های اخیر ایران است. و تازه آرمان‌هایی که اون مطرح کرد قرار بود در هر انقلابی، اولا یک روی این زمین وزیر این آسمان، کدام انقلاب بوده است که همه آرمان‌های اعلام شده‌اش رو بتونه خودش متحقق کنه؟ دقیقا. بسیار از ما به نسل‌های آینده منتقل میشیم. بستر آزادی انسان ایرانی است برای
برای اینکه بیندیشد، بداند، برگزیند و بزید، اونگونه که تشخیص میدهد، اونگونه که خرد رو تشخیص میدهد. و این پیش شرطایی یک مقدار زیر ساختهای اجتماعی میخواد، یعنی مهار کردن قدرت حوزه میخواهد که هیچگاه دست بر نداشت از این قضیه. چنان که دیدیم انقلابی رو که انقلاب مسالمت آمیزی رو که مردم به پیروزی رسنده بودند، ولی معروفترین مجتهد اون هنگام کشور ایران شیخ فضل‌الله نوری که به اتفاق همه مورخین، هم از محمد و هم از عبدالله بیبانی در سلسله مراتب روحانیت افضل بود، ولی یادمون باشه که توریسیان توپ بستن مجلس شورای ملی ایران بعد از یک سال و اندی کشمکش با دربار همین جناب شیخ فضل‌الله نوری. بله. و بگویم که روحانیت در معنای حوزه هرگز انقلاب مشروطیت رو بر مردم ایران نبخشود. دلیل بسیار ساده، به دو تا دلیل بسیار ساده، این که بخش عظیمی از انحصار حاکمیت، فرمان روایی روانی روحی بعدم مالی موقوفات و آموزش پرورش رو این انقلاب از دستور گرفت. بله. در حقیقت آوار شدن روحانیت بر انقلاب 22 بهمن ایران جبران شکستی بود که این حوزه در معنای تاریخیش میگویم، از صفوی به این سوی به ویژه که مدعیه به هر صورت از این که روحانیت ایران، روحانیت شیعه ایران در 200 سال اخیر پیش از انقلاب هم از این که اصالتاً حق ولایت دارد، این رو به طور رسمی ازش صرف نظر نکرده بود هیچ وقت. منتها بنا به شرایط احوالات، مثلا از جمله توی مکمم قانون اساسی، بالاخره شیخ فضل‌الله نوری رد پای خودش رو گذاشت که اون چه در این مجلس مقدس ملی تصویب می شود می بایستی که با قواعد مقدسه دین مبین اسلام و مذهب حق جعفری مباینت نداشته باشد. بله. و بلافاصله ادامه می دهد این ماده دو در مصمم قانون اساسی که تشخیص بدیهی تشخیص این هم با مجتهدین است که در غیاب امام زمان واجد این شرایط هم تشخیص این امرند، و این ماده یوم القیامه تا ظهور امام زمان به قوت خود باقی است. خیلی میتوانند یک دفعه بگوید که با وجود چنین ماده‌ای در مکمم قانون اساسی، چرا من مدعیم که در فصل بسیار مهمی بوده این قانون، این ماده؟ بله، این ماده بنا به ضرورتی که ناگزیر بودن که خونریزی کمتر بشه، روشناندیشان آزادی خواه و ملت دوست و ترقی خواه ایرانی اینا ناگزیرتن بگنجانن، منتها یک ظرافت فنی در این کار انجام شد. بله. اون ظرافت فنی موجب شد که هرگز و هیچگاه اون 5 تا مجتهد نتوانند در مجلس حضور پیدا کنند. اون در فرمول بندی اون ماده این پیشنهاد آمد و تصویب شد که برای چگونگی حضور 5 مجتهد در مجلس که به عنوان نماینده اونجا تشریف داشته باشند و یک چیزی مثل
میکردن شورای نگهبان، بله؟ مجلس خبرگان از این قوانین نظارت کنن. ابتدا علمای اعلام شیعه، شیعه امامیه 12 امامی، از میان خود 20 نفر رو انتخاب بکنن، اون 20 نفر از میان خود 5 نفر رو برگزینن و به مجلس مقدس ملی معرفی شوند. اون هنگام اون 5 تن در مقام نماینده مجلس در مجلس حضور خواهند داشت. حالا اون ظرافتی که در این فرمول بندی که بنده دارم عرض میکنم در متمم قانون اساسی آمده، اون ظرافت اینجاست که میدانستن دستن در کاران اون روزگار انقلاب مشروطیت، میدانستن که در میان علمای محترم، علما که میگن به همین معنایی که به اصفت به کار میره، بله بله، کسانی که اونا چی اصلا مقولاتی که اینا میخوانن علم باشه و او عالم باشه بعد عالمان باشند، اونا بحثه دیگه ایست، بله کاملا بله. این اما دوشمندی تاریخی که بایستی از نوع نبوغی مثل ده خدا در آمده باشه که ما نمیدونیم، اما به حفظت میدونیم آدمایی مثل ده خدا، مثل یحیی دولت آبادی، اینا همه اونجا حضور دارد. خب این میدونن که یوم القیامه، او یوم القیامه که گفتن این ماده برجای، او یوم القیامه یک معنای دیگرش هم اینه که تا یوم القیامه علمای شیعه به این تفاوق نمیتوانند برسن که از میان خود 20 نفر انتخاب کنند، و اگر از این مرحله اول بگذرن در مرحله دوم عملی نیست. دقیقاً